یک سلام گرم و صبح بخیر خدمت همه هموطنان گرامی و ارجمند. امیدوار هستم که صبح خوب و خوش را آغاز کرده باشین و یه هم تصویر کابل زیبا شما میبینین که ساخت سازهای خیلی مقبول و گفای بسیار جالب اینجا رخ داده، لیکن متاسفانه چیزی که میتونه باعث نگرانی و تشویش ما شود آلودگی خواب هواست که در قسمت همه مردم افغانستان و همه شهروندای کابل این قسمت مسئولیت دارن تا در قسمت نگه داشتن محیط زیست پاک و داشتن یک آب و هوای خوب تلاش بکنن و تا باشه که ما یک فضای خوب و آب و هوای پاک داشته باشیم. ببینین کل گپا خوب است، صحیح پیش میره، ولیکن یک چیز نگران کننده است که شهر کابل با مردم پایتخت نشینان از رنج میبرن آلودگی آب و هوا است که ناشی از واردات تیل بی‌کیفیت است. شما خود شاهد هستین، میبینین که واردات تیل بی‌کیفیت باعث بروز امراض گوناگون در کشور گردیده و همچنان آب و هوا و محیط زیست داره آلوده میسازه. شما ببینید شهر کابل اگه از بلندی ها نگاه کنین با وضاحت دیده میشه که وضعیت آب و هوا و محیط زیستی از چی قرار است. ما امیدوار هستم که مسئولین محترم هرچی عاجل کوشش بکنن و به خاطر کاهش آلودگی آب و هوا اقدامات جدی روی دست بگیرن. ببینین از بالا که ببینین شهر کابل آلوده به یک دود است که ناشی از مصرف و سوخت تیل بی‌کیفیت است. ما امیدوار هستم که اداره نرم و استاندارد افغانستان، اداره نفت و گاز افغانستان در این قسمت اقدامات جدی را روی دست بگیرن تا باشه که ما یک محیط زیست خوب و آب و هوای پاک داشته باشیم. در غیر از او ما هر روز شاهد مرگ تدریجی خودخواه باشیم و ما هر روز شاهد شیوع امراض گوناگون در وطن ما خواهد باشیم. من اینجا یک دوستم است که میخوایم در مورد پاکی محیط زیست و آب و هوا امروز یک چند کلمه بگم. صدیق در کابل آب و هوا تاسو اوس دغه ویدیو کوم غوري ډیره کړکچه نه ده، په همدغه دلیل دی چې دغه د خام تیل دی اوس کابل نو په سم زیاتې موټر او د بخي زیاتې په دې وجه نو دغه چې سپده کیږي دغه هوا د دې لارې خرابېږي. او بل دغه دی چې کوم چیرې کوشش وکړو خپل هواد لپاره، خپل ټاټوبې لپاره، خپل محیط زیست لپاره که چیرته موږ هڅه وکړو زموږ اولادونه زموږ آینده نسل لپاره زموږ خپله موږ لپاره د ډېر صحت لپاره مفید تمویلی شي او خدای وکړي چې هر څوک خپل مسؤلیت دغه ادا کړي. او خاصتا زه به هم دا یادوري کوم چې دغه ملي تجاران چې دي دوی باید دې ته جدي پاملرنه وکړي چې دغه تیل واري دی دا واقعا دغه سینې ته سپکیږي که دوی یو څه واقعا کوشش وکړي چې واښه تسپه شوي مواد داخل کړي نو انشاءالله چې دومره هوا به ککړچنه نه وي. خاصتا په دې ژمي کې د بزغال استفاده کول زیاتره خلک څه بوټیرو نه یو شی بل شی هوا د سیو چې بيخي بچا په کسترګ نشه غړولې دونه به واخ کړي چې نو خراب به هوا ډیر ککړه و. نو تاسو ګورئ چې همدوس د چار اطراف دغه نخ کاری بخي څو کیلومتره کې دغه ساحه نخ کاری د خاص د هوا تاثیراتي چې همدغه د تیل له لاسه چې تیل خراب دي هغه سوځي و سوخ باندې تبدیلیږي نو همدغه د چاوا کنډیشن کېږي ککړکیږي. نو خدای وکړي چې ټول ورته جدي پاملرنه وکړي. نو زما د خپل نظر د نار سره خپل نظر لري جدا نظر لري خو کار څوک خپل مسؤلیت وپېژني خپل سره په ښه توګه ادا کړي انشاءالله زموږ په ګټه ده. او همدارنګه موږ باید کوشش وکړو چې له خپل داخلي تولیدات څخه زیاته ګټه وکړو خو کفا اوسو نو دا زموږ د هوا د لپاره ډیره ګټه ده. اوس موږ شکر الحمدلله په افغانستان کې خپل تولیدات یو څه نه څه یعنی یو څه اندازه بس کیږي موږ د لپاره چې همدې څخه موږ ګټه واخلو. نو دا موږ د لپاره هم اقتصادي له لحاظه هم د مالي له لحاظه یعنی که موږ ګورو د نور څخه د خپل داخلي تولیدات یو څه په نرخ کې مرزانه دي او همدارنګه کیفیت هم د نور څخه ښه دی. نو که موږ دې ته توجه وکړو نو انشاءالله چې موږ نور کوم ممنون از اینکه ویدیو رو دنبال کردید. لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را برای ما کامنت بگذارید. همین حالا می توانید سابسکرایب کنید و از ویدیوهای جدید ما با خبر شوید.